کابل نیوز درنو لیدونکو السلام علیکم. اسماعیل شاکر مو د نن خبرونه ته هرکلی کوي. په دې هله چې نو یو زرو درې سو شپږ نیم مریض کال به مو په خوښۍ سره پیل کړی وي. یو زرو درې سو پنځه نیم مریض کال به هم افغانستان لپاره له اقتصادي ننګونو ډکو. سره له دې چې افغان حکومت وایي په دغه کال کې 2% اقتصادي وده درلوده، خو بیا هم افغانستان اقتصادي برخه کې له ډیرو ستونزو سره مخامخ و. زیاتیدونکې بیروزګاری، ډله ایزې کډوالۍ، د افغانۍ د بیې ټیټېدا، د بهرنۍ پانګونې په کچه کې کمښت او په سوداګریز بلانس انډول کې د کسر زیاتوالی هغه څه دي چې له مخې هر کال د افغانستان اقتصاد زیانمنېږي. او خو د افغانستان بانک وړاندوینه کړې چې راتلونکي کال به د هیواد اقتصادي وده 4% ته لوړ شي. افغانستان په تیر 1315 مریز کال کې له کومو اقتصادي کګلیچونو څخه راتیر شوی دی؟ په نن کې په تیر 15 مریز کال کې د افغانستان پر اقتصادي وضعیت بحث کوو چې پر موضوع به دوه قدرمن میلمانه را سره بحث وکړي. د افغانستان د صنعتکارانو ټولنې غړی انجینر سید نور پاچا او اقتصادي شنونکی محمد شبیر بشیری ستړي مشه، ډیر مننه چې په د نوي کال په دې ورځ کې راغلي موږ سره باس کوي. بشیر صاحب، کار واسه تاسو څخه پیل کوم. تیر کال اقتصادي وضعیت باندې کا په ډیر لنډ رڼا واچوي. شکر. بسم الله الرحمن الرحیم. بارز سلام و ادب خدمت شما. وعلیکم السلام. میمان معزز برنامه، همکاران تکنیکی ما، بیننده های بسیار خوب کابل نیوز و مردم عزیز ما، با عرض تبریکی سال 9396 و به امید یک سال پر از ثبات سیاسی و اقتصادی کشور. مننه. شما ببینید در ختم هر سال معمولا سطح انکشاف اقتصادی یک کشور باید مورد پیمایش قرار بگیره، که در سالی که گذشت از لحاظ اقتصادی، از لحاظ اجتماعی و از لحاظ فاکتورهایی که مرتبط به ای هستند که یک ملت میتونن به طرف رفاه سوق بدن، ما چقدر انکشاف شاهدش بودیم و یا هم چقدر به انکشاف دست یافتیم. انکشاف را طور تعریف میکنیم، میگیم که انکشاف عبارت از گسترش متغیرهای کمی اقتصادی است. گسترش متغیرهای کمی اقتصادی به این معنی که هر کمی اقتصادی که در متغیر باشه، ببخشید، هر متغیر اقتصادی که در تغییرات باشه، از لحاظ کمی گسترش و رشد داشته باشه، ما اینو میگیم انکشاف اقتصادی. کمی های متغیرهای اقتصادی عبارت از تولیدات ناخالص داخلی کشور یا جی دی پی پنداشته میشه، عاید سرانه ملی کشور یکی از متغیرهای اقتصادی پنداشته میشه. اینا بودن از جمله متغیرهای اقتصادی. خب حالا در سال که گذشت یا در سال 2016 و 1395 خورشیدی، ما در چقدر در متغیرهای اقتصادی خود گسترش کمی داشتیم، یا از لحاظ کمی چقدر رشد ما در جی دی پی یا تولیدات ناخالص داخلی خود شاهد هستیم، و همونطور در متغیرهای دیگه که این ای بس و ای تعریف، اگر در چارچوب همین تعریف شما یک رشد را، یک گسترش را شاهد هستین، ما میگیم انکشاف اقتصادی. ولی در سالی که گذشت سازمان‌های جهانی، بانک جهانی و تمامی مؤسسات و سازمان‌هایی که پیمایش می‌کردند و اسناد خود را اکلام کردند در رابطه با سطح رفاه اقتصادی و اجتماعی در افغانستان، فقر مطلق در افغانستان 39% تا 40% رسید. 39% تا 40% مردم افغانستان در ابسولوت پاورتی یا زیر خط فقر رسیدن که زندگی کنند. سطح بیکاری در افغانستان در 5 حوزه اقتصادی که ما داریم، در بعضی از حوزه ها از 55% تا 60% نرخ بیکاری هستند که در مجموعی از روستاها، اطراف و اکناف افغانستان در بر میگیرند. در شهرهای افغانستان 40% نرخ بیکاری را اعلام میکنند، ولی نرخ واقعی از او تا 50% میرسد. 75% نفوس افغانستان فقر تهدید میکنه امروز، به این معنی که ما میگیم 39% تا 40% زیر خط فقر داریم، ولی با اندک تغییر ایده از مردم افغانستان که اقتصاد بسیار شکننده دارن سقوط میکنن به خط فقر. 84% خانواده های افغان در یک نابسامانی اقتصادی به سر میبرن. نابسامانی اقتصادی از لحاظ عاید کم، درآمد ناپایدار، درآمد مقطعی، بیکاری، عدم جای مناسب به منظور کار، عدم جای مناسب به منظور آموزش، تحصیل و بازارهای معیاری. اگر به همچو وضعیت یک ملت مواجه میشه، ما میگیم که نابسامانی اقتصادی، و متاسفانه که خانواده های افغان 84% به نابسامانی اقتصادی مواجه هستند. این بود در بحث مایکرو اکونومیکس یا بحث تعاملات کوچک اقتصادی. حال میایم سال 1395 حکومت وحدت ملی را از دریچه ماکرو اکونومیکس یا بحث تعاملات بزرگ اقتصادی مورد ملاحظه قرار میدیم، که در این راه گذر یا در این بود موفقیت های چشمگیر
تانست که حکومت وحدت ملی بدست بیاره، ولی همه این موفقیت ها ریشه در گذشته داشتن. شما اگر شاهد افتتاح بند سلما در سال 1395 در توسط حکومت وحدت ملی و شخ رئیس جمهور اشرف غنی بودین، ریشه در بسیار گذشته داره، فقط ابتکار عمل به خرج داده شد تا این بهره برداری سپرده شود. دو عمل کرده بسیار استراتژیک در سطح منطقه، افتتاح بندر ترانزیتی آقینه و تامورات با ترکمنستان که دریچه وصل افغانستان با آسیای میانه بعد با اروپا، عملکرد استراتژیک که دیگه وصل شدن افغانستان با چین از طریق خط آهن و پروژه کاسای 1000 که قرار است تا سال 2018 به بهره برداری سپرده شود، سالانه حدود 45 میلیارد دلار به افغانستان مزیت از این پروژه میرسه، بحث پروژه تاپی و همطور در بحث تعاملات منطقه‌ای دستاوردهای محسوس بودن که خدمت تان عرض کردم. که صادرات واردات برخه کی راتو وای چی د صادرات و واردات ترمن دا بیلانس په کومه کچه وزه کده د حکومت یو شعار دا و چی افغانستان پر یو صادراتی هیواد بدلوی. ببینین بحث صادرات و واردات افغانستان بحث نیست که در یک سال مدیریت شوه یا در دو سال حکومت وحدت ملی مدیریت شود. اگر ما میخواستیم که یا متحد به این می بودیم یا با اراده به این موضوع حرکت میکردیم که صادرات افغانستان و کسر بیلانس تجارت افغانستان که 95% سیر مدیریت کنیم، در 1.5 دهه گذشته تا امروز جمع جامعه جهانی اگر عملکرد استراتژیک می بود و اگر سرمایه گذاری استراتژیک متحدانه و بالای زیربناهای اقتصادی افغانستان صورت می گرفت، امکان داشت که در 1.5 دهه ما یک مقدار همین 95% مدیریت میکردیم. ولی در یک سال هر فرده که دولت حکومت وحدت ملی بگویه که ما صادرات افغانستان تقویت میکنیم، یک کسر بیلانس تجارت مدیریت میکنیم، یک شعار آرمانی است و شکل آرمان تا زمان باقی میمانه که ما استراتژیک سرمایه گذاری نداشته باشیم. من نه په دې اړه به امر غرزو او پچا سب کتا صورت د افغانستان د صنعت د وضعیت په اړه ته وای چې په تیر کال کې صنعت وضعیت څه ډول و، د فابریکو د تړل شو فابریکو یا په دې برخه کې د نور اندېښنو په اړه ته وای. مننه د دې پر ځای چې وخت ډېر سره ځای نه کوم، لنګ سلام و خپل مې ګران دوست او د کارکونکو د تلویزیون کارکونکو او لیدونکو ته او په دې عیني فکر کوم اخرین ملاقات کې به د زړه کال سره د خدای په امانی په دې هیله چې نور یو مثبت او معقول آینده ولرو او دغه ته امیدوار رب سو بجو مسایلو ته زه فکر کوم هغه عینی تحلیل چې ما دوست وکی قابل د قدر در عینی حقیقی او پر اصول برابر یو پوښتنه کده سې زه خپله وکړم په د عینی حال کې چې آیا موږ دوهم جنګ شاته پرېښی دی؟ که د موضوع وایم چې دا د یو غټ قوي هیواد و یو غټ جنګ شاته پرېښی دی او د جنګ را وروسته غواړي څه وکړي، هغسې نه ده. موږ ډېر لوی عیب چې لرو په خپل ذات کې هغه د یو جنون تر تاثیر لاندې څه رقم یې یاد کړم، د یو مذهبي جنون تر جنګ را وروسته یو مرحله کې قرار لرو. ډېره وضاحت ورکول یو سره ته مشکل چې ښکاري چې زه سره خلم دی موږ په جنګ کې یو، کاشکې په جنګ کې وای، یو جنون په یو جنون کې قرار لرو. په دغه جنون کې چې قوي تره تر دوهم جهانی جنگ دی، تر اول جهانی جنگ دی او تر ډیرو جنګو چې هم عقیدوي دی هم مادي دی هم اجتماعي هم اقتصادي، یعنی پر ټولو اړخو ولاړ یو عیار حالت دی. حتی دلچسپه دا ده موږ ټوله متفق القوله پر دې چې دا عمل ناروا دی، ولې بیا هم ډېر کړي دسته چې جرأت د هغه د ادعا نه لري چې دا ناروا دی. د دې پر ځای چې بلې خوا ته ولاړ نه سم را به سو اصلي مسایلو ته راسم. که د صنعت مسایل په مجموع کې اقتصاد که اجتماعي څرخ دی په اقتصادي لحاظ دا ټول سره تړلي دي. کومه برنامه چې د دولت د خوا څخه یا د په مجمع کې د وخت ضرورت په حساب باندې طرحه کیږي، د هغه د پیاده کولو دپاره بعضې عیني مسایلو ته ضرورت لري چې متاسفانه قابل د تدویق نه دي. یو وخت داسې یو مثال درکړم، فکر کوم دا مثال به یو وخت ما بله هم ورکړی. یو وخت یو پروفیسر د افغانستان د
اجیګک د کندسلند د معدل په مورید کې خبرې کولې. یو پروفیسور هغه ویل دغه معدن د افغانستان د کلنه بودیجه غوړ غیر اقتصادي دی، هیڅ مملکت حاضر نه دی چې په تنهایی دونه سرمایه گذاری وکړي. ولی وخت دا سراغی چې دغه پروژه فعلا اقتصادي ترینه پروژه ده که د افغانستان ټول معدن په دغه رقم راخی که اجیګک دی که مثال ده خبرې ده نمیشه عینک دی لوګردی وغیره بیرایتی کارو دغه د ډبر اسکاری دی هر څه چې دی ټول اقتصادي دی، حتی دغه استخراج یې په غیر قانوني شکل ادامه لري او په غیر قانوني دا معنی چې زما څپټ ولې نورو ته ښکاره په داسې شکل ادامه لري. د فابریکو په اړه که راته ووایي چې څومره فابریکې په تېر کال کې تړل شوي وې او لا هم ویره شته چې نوی کال به هم د همدغسې سنتي ننګونو سره مخ. زه اصلا په دې عقیده نه یم چې د فابریکو اوس ګوره د فابریکو تړل لارې ډېرې اسان دي. د مثال په ډول په دا نږدې ورځو کې د پاکستان لاره خپل سرحد وتړي، هیڅ نوی منطق د دې دپاره وجود نه لري چې پاکستان باید دا لاره وتړي. ولې د دې ضرر تر ما نه زیات و ده ته دی، ولې خو زما دپاره د دوه روپو د فایدې علیه د ده پنځه روپو خساره ده منلې ده. ولیکن درست دا فابریکې یو مقدار وتړل شوې په څو دلایلو. یو دلیل دا و چې دغه د ډمپینګ د سیاست په مقابل کې موږ مقاومت ونه کولی سه یا پالیسي مو نه درلودل، یا په بل عبارت اصلا داسې ووایو چې ډېرې کړۍ په داخل کې د دولت وجود لري چې هغه عملا د بیګانه وو دپاره کار کوي په اقتصادي شاخصو کې بلخصوص. بله خدای دې وکړي چې دا نقطه تاسو دقیق په دې معنی چې د افغانستان اقتصاد د مافیایي کړیو سره دی ډېره برخه یعنی حاکمیت د هغو په مختلفو اشکالو دی، په قوانینو کې غواړي رول لري، په هغه پرمانو کې چې د دې مملکت د ژله زد دپاره وضع کېږي ولې دوی څه رقم انحراف ورکولی شي داغه د پاره دی وغیره وغیره. سات کارونه لپاره څه اسانتیاوي په تیر کال کې په دې معنی چې آیا هغه ځمکې چې غصب دي د فابریکو لپاره ورکړل شوې یا د صنعتي پارکونو لپاره یا دا چې د برېښنایي ستونزې وي د برېښنا برخه کې ډېرې ستونزې وي چې له امله یې ډېرې فابریکې تړل شوې وي که دا وضعیت لږ زره په لنډه روښانه کړي. دغه اصلا فابریکې چې تړل شوې وي د برېښنایي مشکل په لحاظ نه وي چندان، بلکې زیاتره د نه رقابت کولو په حساب وي چې هغوی خپل تولیدي توکي په مارکیټ کې د رقابت نسوای کولای په اقتصادي لحاظ باندې. دغه هغه تقریبا زیاتره تر اوسه هم لا پاور جهاد د حکومت ملاتړ له صنعتکارانو څخه وضعیت حکومت ښه نیت لري د صنعتکارانو دپاره، ولیکن د دې دپاره وخت پکار دی چې عملا و هغه ساحې ته ورسېږو چې دا ملاتړ په عینیتو بدل کړو. هغه تولیدات چې د افغانستان صنعتکاران کوي په هیواد کې دننه یا د صنعتکاران چې د افغانستان بیرون د افغانستان په نوم تولیدات کوي د هغوی ملاتړ لپاره د حکومت داسې ښکاره بېلګې تاسو سره شته؟ ستا ولې نه حکومت اول 25% ازدیاد د قیمت په لحاظ په دولتي خریداروي کې د داخلي تولیداتو دپاره کړی، ولې دا چې دغه پروسیجر عینیتو ته رسېږي زمان غواړي. بله مننه تاسو ته بهم راګرځم. بشري صاحب، مسله د عوایدو وه چې د افغانستان مالي وزارت ویلي تېر کال کې دوی عواید ډېر راټول کړي دي او هغه هدف چې دوی ورته ټاکلی وو تر هغې هم مخکې تللي دي. فکر کوئ چې د عوایدو په راټولولو کې یا په دې برخه کې مسلکي مخکې تک شوی دی یا شفافیت و؟ در بحث بلند رفتن مالیات و قواعد دولت افغانستان در سال پار و بدست آوردن عواید بیشتر از حتی بلندتر از تارگیت وزارت مالیه که از طرف IMF تعیین شده بود، چند عامل ایجا پررنگ هستند یا برازندگی خاص خودشان دارند. اولین عامل بلند کردن نرم استاندارد مالیاتی بود.
چی مالیات بر عایدات بود نرم استانداردشان چند فیصد افزایش یافتند، چی مالیات از رهگذر صادرات و واردات ما بودند، یعنی در مجموع نرم استاندارد مالیات حکومت وحدت ملی افزایش دادند. یک بس. بس دوم، بس جمع‌آوری مالیات تلکام یا تلکام تکس یا همون مالیات فیس مخابراتی است که مردم افغانستان می پردازن، این هم تأثیرش در بلند رفتن مالیات داشتن. و بس سوم هم بس یک مقدار جمع‌آوری و ترانسفر نمودن پولهای بانک مرکزی به اکاونت وزارت مالیه به عنوان از این که نشان بتن که عواید دولت افغانستان در سال پیشرو یا در سال مالی که گذشت بلند شده. ولی هان چی که عواید بلند رفتن عواید یک دولت که به طور واقعیش می باشه و متحدانه و استراتژیک می باشه، عواید از رهگذر صادرات هستن. ما چقدر از رهگذر صادرات می تانیم که ارز خارجی را داخل افغانستان کنیم و کالا تولید و انواع و اقسام محصولات زراعتی افغانستان صادر میشه خارج از افغانستان و به وجه به فروش میرسه، و چقدر تاثیر از این بالای ثبات پولی ما هستن؟ این از این رهگذر نبوده. در بده مانا چه از مون اواید ولس لدسترخوان چه خردیر شویدی؟ بدونش نو که سوالو که چه ولس تم چه ورکل شوید؟ خب ببینین، در اقتصاد بازار آزاد مهمترین سیاست دولت به عنوان بزرگترین ابزار و ابزار بسیار راهبردی و مهمش که میتونه توسط از او بازار کنترل و مدیریت کنه بودجه هستند. یک بس. و بس دیگه بر ما میگه که شما زمان تعهد و اراده دولتتان در راستای ثبات و انکشاف میتونین درک کنین که شما یک بودجه تخنیکی، مسلکی و معیاری از طرف دولت براتون تطبیق شوه. خود بودجه سال 1396 که تصویب شد در سال مالی، در اول جدی باید تصویب میشد که سال مالی ما در اول جدی آغاز میشه، از لحاظ تخنیکی، از لحاظ مسلکی و از لحاظ اصول مشکلات فراوان خود داشتند، ولی همو مدیریت های سیاسی و همو سلیقه های سیاسی باعث از این شد که بودجه که پر از مشکلات تخنیکی سیاسی و اصول نامش مشکلات داره تصویب شود، که خود نشان دهنده عدم عملکرد استراتژیک در راستای انکشاف و توسعه اقتصادی در سال پیشرو میتونه که باشه. یک بس. بس دیگه ای هستند که بودجه میتونه که در راستای بلند بردن رفاه عمومی در یک کشور، در سکتور اجتماعی، سکتور اقتصادی، سکتور سیاسی، سکتور ارزی خدمات دولتی باعث ازی شوه که همین سوال شما جواب پیدا کنه که آیا وقتی که دولت از ملت مالیات جمع میکنه برای ملت چی کار میکنه؟ شما در بودجه این موضوع را میتونین درک کنید؟ بله، یو مسئله د افغانستان د اقتصاد ډیره تکیه پر پاکستان و چې په دې تیر کال کې دا مسئله ډیره راپورته شو چې افغانستان بدیل لارې پیدا کړې دي او پر بدیل لارو باندې غواړي تجارت وکړي، او په همدې اساس د پاکستان سره اقتصاد یا سوداګري زراکړه ورکړه ډیره رقم شوې ده، په میلیونو ډالر رقم شوې ده. دغه بدیل لارې څه ډول مدیریت شوې چې بل اخره په پاکستان باندې دغه اقتصادي تکیه چې وسته مدوړان لارې باندې کړې وي او افغانان لګونو ستون سره مخامخ دغه برخه کې مدیریت سره ولوشو پدې لاندې کراته وای. ببینین، بس وابستگی اقتصادی ما از لحاظ ترانزیت، واردات و صادرات ما با پاکستان با هیچ بدیل در منطقه قابل عوض نیستند، حداقل از کوتاه تا میانه مدت. شما اگر بندر چابهار را ملاحظه میکنین، بندر رای لاجورد را ملاحظه میکنین که دستاورد خوبی هم ما در این سال گذشته داشتیم، مثلا آقین آتا مراد و وصل شدن افغانستان توسط ترن با چین، هیچ بندر ترانزیتی دیگر در منطقه حداقل از کوتاه تا میانه مدت نمیتونه که بدیل مؤثر و مثمر کراچی پاکستان باشه. ببینید، ما در پاکستان سه بندر داریم: بندر کراچی، بندر گوادر و بندر محمد بن قاسم که مشهور به بندر قاسم هستند، و بیشتر تجار ما، واردات و صادرات ما که ما انگیج هستیم با بندر کراچی انگیج هستیم. ولی هانچه که ما ریشه های بسیار عمیق اجتماعی فرهنگی در این کوریدور خود داریم، سهولت های رکی ریشه های عمیق اجتماعی مردمی و فرهنگی در این کوریدور برای تجار بسیار کوچک و متوسط ما ایجاد کرده، نه در کوتاه مدت در چابهار میشه که ایجاد شوه، نه در کوتاه مدت در لاجورد میشه که ایجاد شوه. من تاسو به حل رو برخه کرا کرزم پاچا سر مسئله د بدیل لار مطرح شو، او بشیری سی وای هغه بدیل لار چې افغانستان اوس پیدا کړی د پاکستان سره تجارت کومول برخه کې، د پاکستان بدیل نشکیدله، موافقه؟
زه ته ډیره سره ده په دې مورد کې موافق یم چې هغه لاره چې په سلهاو کاله زموږ دپاره عمومي لاره وه او موږ دفتن یعنی غواړو هغه ته تغییر ورکړو طبعاً هغه ځای نشي نیولی. ولې راسو د بدیل لاره په څه معنا؟ یو د مجبوریت مسله ده، یو د انتخاب مسله ده. که زه د مجبوریت په لحاظ هره لاره انتخابوم دا جدا یو انتخاب دی، اما دا چې د ضرورت په اندازه د ضرورت په حساب چې زه اوس مجبور یم یوه لاره انتخاب کړم دا ولی اوس خو موږ د مجبوریت سره مخامخ یو، هیڅ چاره نه لرو په بدیل شرایطو کې. دغه بدیل لارې کتل شوي دي او کار ورباندې روان دی، څومره مدیریت شوي دي؟ دغه د مدیریت مسله یو اندازه مشکله ده چې موږ بحث پر کوو. موږ فقط دغه دغه مرحلې پورې چې د خپل مشکل سره رقم رافع کوو. مدیریت مسله د حکومت مسؤلیت په دې کې دغه د اعراضي د یوه مسله یوازې تنها د حکومت په دغه اقتصاد چې لري، په دغه ترکیب چې دی لري، په دغه حاکمیت چې دلته شته، ډېر مشکل دی. راځي دغه مسؤلیت عامه په ټوله په غاړه سره واخلو. که زه یو مقدار امکانات د چین خواته واداره کړم، همداسې د ترکیې خواته، فرض که د ایران خواته، زما بس حتمي نه دی چې یا پر بندر عباس یا پر چابهار یا پر کراچي یا پر ګوادر وغیره. ولیکن عملا هغه څه چې زما دپاره فعلا استفاده نه کېږي هغه د پاکستان لارې دي. نو تاسو وویل چې مسؤلیت یوازې د حکومت نه دی، دلته مسؤلیتونه د نور چا کېږي، لکه د خصوصي سکتور یا مثلا تاسو په رقم د صنعتکارانو، دوی خپل مسؤلیتونه ادا کړي. هغه یو مشهوره متل دی که وایي وطن ګیاد به جنګ ګیاد، یوه مسله چې مجبوریت یا به اصطلاح ضرورت مادر ایجاد است، ایجاد و وقت چې هغه برای ایجادیږي. دغه په دغه اقتصادي منافع دغسې مسایل دي چې هغه و دې ته موږ نه واداره کوو چې ته باید دا مسؤلیت په داوطلبانه شکل، بلکې د مجبوریت په شکل. بله مننه. وروسته راګرځم او بشیر صاحب، بحث جنبندي کوو په دې پوښتنه چې افغانستان له اقتصادي بحران څخه راتیریږي او تیر شوی لا هم په راتلونکي کال کې اقتصادي بحران سره مخامخېدونکی دی. د اټکلونو له مخې څه کول پکار دي چې بالاخره له دغه اقتصادي بحران څخه راووځو؟ په ډېر لنډه کې جواب راکړئ. بررسیدن به ای هدف ما یا بررسیدن به ای آرمان ما نیاز داریم که زمان مدیریت کنیم، یعنی به منظور رفتن به انکشاف اقتصادی که منجر به یک توسعه پایدار به تمامی ابعادش در افغانستان شوه، در کوتاه مدت، میانه مدت و دراز مدت. در کوتاه مدت سرمایه گذاری استراتژیک بالای سکتور زراعت افغانستان که 78 تا 80 درصد ظرفیت ایجاد جای کار در افغانستان داره. در میانه مدت مهار و مدیریت آب‌وهای افغانستان. در دراز مدت مدیریت شفاف معادن افغانستان به عنوان یگانه روزنه امید برای ثبات اقتصادی افغانستان و بحث سرمایه گذاری کردن استراتژیک بالای صنعت و تولید در افغانستان، اینا روزنه های امید هستند که افغانستان از وابستگی اقتصادی و میکشه و به طرف یک انکشاف و توسعه پایدار سر میتونه. اگر پیشنهادونه چه بشیری سیب کوی فکر کوی چه حکومت که دغه اراده شتون لري چه دغه پیشنهادونه عملی کوی؟ زه متیقن هم چه اگر سه چه بشیری سیب وویل اگر حقیقی ده دی ملک ده انکشاف ده پارا پی اقتصادی لیاز یگانه لاره ده، اما دغه دولت اعتقاد لري ودیته، ولی ده چه سمره امکانات لري په حکومت که دنه سیاسی کرکیچونه فکر کوی چه دوی اقتصادی رفاه ته وزګاروي؟ خیر، دا زمان به حل کی انشاءالله. ډیر مننه کوم دا چې راغله په موضوع مره سره بحث وکړه. ګران لیدونکو له تاسو ډیر مننه چې تر دې دمه موضوع ملتیا وکړه. په دې لچه یو خوشاله کال ولره، تر بیا مو الله عمل شه.